بر خط خبرها. برقراری صلح در افغانستان، آرزوی میزبان دفتر سیاسی طالبان در دیدارش با رئیس جمهور غنی. خلیلزاد و غنی جنگ و صلح همزمان را مایه ناامیدی مردم نسبت به نتیجه گفتگوها می خوانند. مذاکرات باید به اساس مسائلی که افغانا دارند. برگشت زنان به گذشته خیال محال. معاون وزارت دفاع می گوید که بانوان امروز زنان دو دهه پیش نیستند. اول طالبا باید بیاد داشته باشند که زنان هیچ وقت عقب بر نمی گردند. ثبت تازه 3 مورد فلج کودکان. تا 25% کودکان زیر سن 5 سال به دلیل جنگ و باورهای سنتی از واکسین پولیو محروم می مانند. راهپیمایی اعتراضی درخواست کنندگان ویزا در برابر سفارت پاکستان در کابل. معترضان میگویند تلفات دادند اما پلیس تایید نمیکند. در اینجا در کشور خودم لرد بخوره میرای خداست به لحاظ خدا. با خبر و تحلیل خبر امشب از یک با من بهرام امان خوش آمدید. به نام خدا سلام بر شما. یک توافق سیاسی برای زندگی در کنار هم یک نیاز است. رئیس جمهور غنی در سخنرانی در مطالعات، منازعات و مسائل بشری دوحه گفته برای زنده ماندن باید آینده را با هم بسازیم. آقای غنی طالبان را ترغیب می کند تا در روزها و یا هفته های آینده بر یک آتش بس پایدار و سراسری توافق کنند و جنگ را خاتمه دهند. رئیس جمهور غنی بار دیگر از جمهوریت دفاع کرده می گوید جمهوریت سبب شده تا قدرت بدون درگیری برای اولین بار از آقای کرزی به او انتقال کند. بهاءالدین انصاری جزئیات می دهد. رئیس جمهور غنی می گوید طالبان باید جرأت این را داشته باشند که طی روزها و یا هفته های آینده و یک آتش بس پایدار و سراسری در افغانستان با حکومت افغانستان به توافق برسند. آقای غنی طالبان را ترغیب می کند جنگ را متوقف و به کاهش خشونت ها تن دهند. او می گوید اگر طالبان اندیشه دینی دارند و به اسلام فکر می کنند کشتن یک انسان بدون دلیل در دین اسلام به مثابه کشتن همه انسان هاست. لذا جنگ را متوقف و خاص مردم افغانستان را پاسخ مثبت دهند. خواست من از طالبان این است که از آتش بس نه هراسید. هیچ مشکل برایتان ایجاد نمی کند. در یک سال 60 میلیارد دلار برای تداوم جنگ مصرف می شود. شما خود و کشورتان را با ادامه جنگ از صدها میلیارد دلار محروم ساخته اید. ضرورت نیست کاروبار قاچاق مواد مخدر را برای سرمایه‌دار شدن پیش ببرید. راه های زیادی وجود دارد تا با هم صاحب سرمایه شویم. کشور خود را خود کفا بسازیم. رئیس جمهور غنی این را هم گفت که صلح در افغانستان صلح نخبگان، سیاسیون، گروه و یا یک قبیله نخواهد بود و صلح، صلح سراسری و صلح همه مردم افغانستان خواهد بود. او میگوید آنچه را دین و قانون اساسی افغانستان اجازه میدهد انجام خواهد داد. رئیس جمهور بار دیگر از جمهوریت دفاع کرده میگوید جمهوریت اسلامی افغانستان چهارچوب است که در آن تمام مردم افغانستان خود را میبینند. او میگوید جمهوریت زمینه را فراهم کرد تا رئیس جمهور قبلی قدرت را به گونه صلح‌آمیز و بدون تنش برای جمهور بعدی منتقل کند. آقای غنی میگوید خواست مردم افغانستان بنیادی است و آنها خواهند بود که در مورد آینده سیاسی افغانستان تصمیم خواهند گرفت. ما میخواهیم تا یک توافق سیاسی داشته باشیم. معنی یک توافق سیاسی این است که باید با هم دیگر صحبت کنیم تا برای آینده یک راه حل پیدا کنیم. طالبان باید جرأت این را داشته باشند که مردم افغانستان تصمیم نهایی را برای آینده ایشان بگیرند. از طالبان میخواهیم که این جرأت را داشته باشند. رئیس جمهور غنی در رأس یک هیئت عالی رتبه دو روز پیش به دوحه رفت و شام امروز دوباره به کابل برگشت. همزمان با این رئیس جمهوری در دیدار با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در دوحه
بر کاهش خشونت ها تاکید کرده است و گفته یه سخنگوی ریاست جمهوری دو طرف تاکید کردند که دوام خشونت همزمان با گفتگوهای صلح شهروندان افغانستان را نسبت به نتیجه این گفتگوها ناامید می کند. همچنین زلمه خلیزاد پس از دیدار با رئیس جمهور غنی در تویترش نگاشته است که میزان خشونت در افغانستان بلند است و باید کاهش یابد و فرصت کنونی برای صلح از دست نرود. امان فرهنگ جزئیات می دهد. به نظر می رسد اختلاف ها در پیوند به کارشوه گفتگوها بسیار جدی است. اختلاف هایی که پای رئیس جمهوری افغانستان و مقام های ارشد امریکایی را به دوحه کشانده است. خاطر مذاکرات صلح که پروسه را بتادیم به خیر و به خوبی پیشرفت نویش شاهد باشیم و هم در رابطه با توسعه مناسبات دوشاهد. یکی از خواست های جدی طالبان اساس قرار دادن توافق صلح امریکا و طالبان در گفتگوهای حکومت افغانستان و این گروه است. اما مشاور امنیت ملی افغانستان تاکید می کند که حکومت در توافق صلح امریکا و طالبان دخیل نبوده و توافق 29 فوریه اساس گفتگوهای کنونی نخواهد بود. مذاکره ای که بین تیم جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان صورت می گیرد مستقیم در بین دو تیم هستند. در اینجا کدام میانجی هم حضور نداره و مذاکرات باید به اساس مسائلی که افغان ها دارن. محمد اشرف غنی در دیدار با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان و فرمانده نظامیان خارجی در کشور بر کاهش خشونت و برقراری آتش‌بس تاکید کرده است. سخنگوی ریاست جمهوری میگوید دو طرف تاکید کردند که دوام خشونت همزمان با گفتگوهای صلح مردم افغانستان را از روند صلح ناامید میکند. زلمه خلیلزاد هم پس از این دیدار در تویترش نگاشته است که میزان خشونت ها در افغانستان بلند است و شهروندان زیادی کشته میشوند و گفته او از همین رو لازم است آتش بس شود. خشونت ها باید کاهش پیدا بکنه، کاهش چشمگیر خشونت ها که منتج به آتش بس دائمی باشه، آتش بس همه جانبه باشه. این یکی از موضوعات عمده‌ای بود که سرش بحث شد، به خاطر اینکه اگر خدای نخواسته این میزان خشونت همچنان باقی بانه و در پهلوی ازی مذاکرات در اینجا ادامه داشته باشه، واقعا مردم نسبت به نتایج این پروسه و آمدن صلح پایدار یک مقدار ناامید میشن. از سوی هم رئیس جمهوری امروز با امیر قطر در پیوند بر روند صلح، تقویت روابط دو جانبه و همکاری های اقتصادی گفتگو کرده است. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری، امیر قطر در این دیدار ابراز امیدواری کرده است که تلاش های مشترک دو کشور سبب تأمین صلح پایدار در افغانستان شود. همچنین رئیس جمهوری از امیر قطر به خاطر میزبانی از گفتگوهای صلح افغانستان قدردانی کرده است. تیم مذاکره کننده افغانستان در مذاکرات دوحه تلاش می کند تا پس از حل اختلاف ها بر سر طرز العمل مذاکرات بر یک آتش بس سراسری توافق شود و نیز یک توافق سیاسی با طالبان به دست آید. سرپرست وزارت امور خارجه که رئیس جمهوری را در سفرش به قطر همراهی می کند می گوید کاهش خشونت ها و ایجاد یک میکانیزم برای نظارت از آتش و آتش بس و رسیدن به یک توافق سیاسی از اهداف مشترک امریکا و افغانستان است. بهاءالدین انصاری جزئیات می دهد. تلاش های حکومت افغانستان برای به نتیجه رسیدن گفتگوهای دوحه. سرپرست وزارت امور خارجه که رئیس جمهور را در سفرش به قطر همراهی می کند، اینجا در پایان دومین روز حضور آقای غنی در قطر می گوید تیم مذاکره کننده افغانستان در مذاکرات دوحه تلاش می کند تا پس از حل اختلاف ها بر سر طرز العمل مذاکرات بر یک آتش بس سراسری توافق شود و نیز یک توافق سیاسی با طالبان به دست آید. هدف تیم مذاکره کننده ما این است که دو مرحله را که در راستای توافق بر سر طرز العمل مذاکرات و میان آمده این دو تا حل شود و به زودی به طرف موارد اصلی مذاکره مخصوصا موضوع آتش بس حرکت صورت میگیرد. سرپرست وزارت امور خارجه می گوید کاهش خشونت ها و ایجاد یک میکانیزم برای نظارت از آتش بس و رسیدن به یک توافق سیاسی از اهداف های مشترک امریکا و افغانستان است. حل مشکلات موجود مذاکره، دو کاهش خشونت و ایجاد میکانیزم نظارتی و سه
کامیابی مذاکرات در رسیدن به یک توافق سیاسی. اهداف مشترک دولت آمریکا و دولت افغانستان است. با گفته اتمر، اجماع منطقه‌ای که در آن تمام کشورها با نفوذ، روابط و امکاناتشان روند صلح افغانستان را کمک کنند، در موفقیت صلح و رسیدن به یک توافق سیاسی ضروری است. اتمر میگوید تلاش ها برای صلح به موفقیت می انجامد و تیم مذاکره کننده باید با حوصله مندی گفتگوها با طالبان را به پیش ببرند. اتمر میگوید رهبری حکومت به تیم مذاکره کننده صلاحیت داده و رئیس جمهور غنی به توانایی این تیم باور کامل دارد. با وجود امیدها برای شکست بن‌بست گفتگوهای مقدماتی با سفر رئیس جمهور غنی و خلیلزاد به دوحه، منابع رسمی دو طرف میگویند هنوز بر سر مواردهای اختلافی کارشیوه گفتگوها توافق حاصل نشده است. آقای جاوید جاوید آگاه امور سیاسی برای بحث بیشتر اینجا در استودیو حضور دارند. آقای جاوید سلام بر شما، بسیار خوش آمدین. سفر دو روزه آقای غنی را چگونه دریافتین؟ بسیار زیاد تشکر. هدف سفر رئیس جمهور غنی به کویت پس از اون به قطر گمانزنی های مختلف است. یکی از تحلیل هایی که میشه سر صحبت کردی است که شما میفهمین در اواخر آقای عبدالله سفر به پاکستان داشتیم، موزم رفت دوباره به هند. یک بحث دیگه که از لحاظ یکی از نظریه ها در علوم اجتماعی وجود داره، تحلیل نظریه گفتمان یا دیسکورس انالیسیس برش میگه، تیروس اناش لاکلاو و موف است. یک اصطلاح که موف لاکلاو به کار میبره بحث برجسته سازی و یا به اصطلاح دیگه حاشیه، مسئله حاشیه و متن بودن است. به این معنا که در این اواخر شما اگه سفرهای آقای عبدالله را دنبال بکنین، شش تا برخواستاش اگه دنبال بکنین، نشون میده که آقای عبدالله وارد صحنه بسیار زیاد شده. سفرهایش شما میبینین استقبال شد، شما پاکستان میبینین که به چه شکل استقبال شد. حتی مباحث دیگر هم مطرح شد که تمایل پاکستانی را به آقای عبدالله، بحث حکومت معقد و مسائل دیگر. بنابراین این نقش بسیار برجسته آقای دکتر عبدالله را در قضیه به اصطلاح صلح افغانستان و در مجموع به چه فلم سیاست افغانستان دخل در گفتگوهای صلح در چند روز اخیر آقای عبدالله شدند. به خاطر از اینکه نگرانی بود که و برداشتی بود که طرف رئیس جمهور و ارک از گفتگوهای صلح باشیه رانده شده، بنابراین به او دلیل بوده که یک سفر رکسسلی سفر را آغاز کرده که رفتن به طرف کویت، پس از او هم رفتن به قطر، در اونجا میفهمن که با آقای خلیلزاد و اسکات میلر و کسای دیگه دیده. بنابراین به نحو نشان میتن که ارگ ریاست جمهوری در برابر سپیدار بحث حاشیه و متن که ارگ در حاشیه نیست بلکه در متن قضایه است. بنانی سفرش میشه که به شکلی یک تفسیر کردیم بکنیم. یک دویی که هدف که حداقل رسمی گفته میشه که آقای غنی دنبال میکنه اویست که سر روند گفتگوهای صلح افغانستان شما میفهمین که به بنبست رسیده. بنابراین تلاش میکنن که به نحوه ای هم شکل و شمایل بده. شما بحث اصیل چی طرف طالب و چی طرف دولت افغانستان میبینین مسئله قدرت سیاسی است و هر دو طرف تلاش میکنن که به این چی بیشتر امتیاز بگیره. بنابراین آنگانی هم رفته که تا هم با امریکا مخصوصا با آقای خلیلزاد بینه و با هیئت گفتگو کننده ببینه و چانه‌زنی ها را بیشتر بکنه تا به مو بحث از این که گفتگوها به پیش بره و مسئله قدرت هر دو طرف حداقل سهمی که باید داشته باشن بگیره. شما برداشت های متفاوت یاد کردین، کدام برداشت در میان همین برداشت های شما از او یاد کردین قرین به واقعیت است؟ و طرفدار مخلوط از این دیدگاه است. یکی که واقعیت امر میست که شما به نحوه میبینین که رئیس جمهور و ارگ در گفتگوهای صلح با حاشیه کشیده شده، به اون دلیل هم است که این روند سفرهایش شروع میکنه میره به قطر و با وجودی که رسما گفته میشه که خب به سر سفر به درخواست کشورهای قطر و کویت رئیس جمهور سفر کرده، اما جالب نکته اینجاست که همزمان با سفر آقای خلیلزاد و اسکال میره به قطر سفر انجام میشه و در اونجا با اونا دیدار میکنه. بنابراین من فکر میکنم که هم مسئله ایست که چانه‌زنی برای بحث روند گفتگوهای صلح و تاثیرگذاری بیشتر شد و هم همزمان با اون مسئله ای که هر ریاست جمهوری به متن قضایا هر دو تای از این میتانه که و شما سفرهای پی هم آقای عبدالله را، سفر آقای غنی را، مقام های امریکایی در قطر را، تمامش از بحر رسیدن به یک نتیجه میبینین، درست است؟ بله، خب سفرهایی که میشه گفته میشه که به دلیل ایجاد اجماع منطقه‌ای گفته میشه، هم از آقای عبدالله را شما بینیم، از آقای غنی را.
اما به هر صورت طرف ها تلاش دارند که چاهنزانی ها و لابی بیشتر شود تا شما بفهمید که قرار است که آینده صلح افغانستان در اثر می گفتگوها معلوم شود. بنان هر دو طرف تلاش میکنه که از این کاروان پس نمانه و همزمان با او اگر فرصت بود باز میشه سر بحث اختلاف های اصلی که وجود دارد خطر و چرا اختلاف ها وجود دارد باز بعدا بیشتری زادم صحبت بکنه. بنان دقیقا مسئله میست که اجماع منطقه‌ای با وجود بیاد، در کنار اجماع منطقه‌ای بحث که کی باشه و کی چقدر صحب ببرست این مسئله میتونه مطرح باشه. درست. آقای جاوید چقدر تاثیرگذار بوده تا اینجای کار این تلاش هایی که بظاهر تلاش است و گفته شما و شمار زیاد از مردم که میگن چقدر تاثیرگذار بوده روی روند و چه تاثیر در این روند جاری خواهد گذاشت؟ شما میفهمید یک نکته یک واقعیت بسیار تلخ است که باید بگم اویس که جنگ افغانستان نبود، افغان ها نبوده و صلحش هم به دست افغان ها نیست. شما اگر لایه های جنگ افغانستان از منظر دکترین نظامی ببینید، من بارها این مسئله را گفتم که عامل منطقه‌ای همیشه درشت و برجسته بوده در مسئله افغانستان، عامل خارجی همیشه برجسته بوده در جنگ و صلح افغانستان. شما میفهمین که جنگ افغانستان هم میفهمین که کیا تمویل میکنه، آمریکا میکنه، پول شکی می آمریکا میده، جنگ کی میکنه، تمویل تجهیز کی میکنه، طبیعتا آمریکا میکنه، میگن ما در کنار مردم افغانستان هستیم به خاطر اهداف را که دنبال میکنن. بنان این جنگ اگر تنها بر افغان ها بارن خب طبیعتا که اتفاق چیز دیگه میشه. حالا یک شمار مردم هم میگن که حضور مقام های امریکایی در قطر ماهیت بین الافغانی بودن مذاکرات هم از بین میبره، موافق هستید؟ بله، خب یک چیز دیگر که طالبان همیشه ادعا میکنه میگه ما میانجی یا طرف سوم نمیخوایم، اما واقعیت هم ریست که گفتگوهای بین افغانی بدون میانجی، بدون وجود و حضور خارجی ها نمیتونه به نتیجه منتج شود. من به دلیل میگم که نه در جنگ افغانستان و هم صلح افغانستان افغان ها نقش آنجا بعضی وقتا میتونه که یک جست و گریز های را داشته باشه، روند میتونه تا به حد مختل بکنه. شما اگر بحث رهایی 5000 زندانی طالبا را ببینین که حکومت افغانستان گفت ما رها نمیکنیم، پروسه با تاخیر روبرو شد، اما بالاخره چیزی را که امریکا ها میخواستن اما اتفاق افتاد، 5000 زندانیشان رها شد. بنان حضور مقام های امریکایی هم در دوحه و نقش از اونها را به تردید اصلا امکان نداره که تصور زیر بکنیم که گفتگوهای بین افغانی بدون حضور خارجی ها به پیش بره و به نتیجه برسه. سپاسمند حضورتان آقای جاوید. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در رأس یک هیئت عالی رتبه امروز به هند رفت. آقای عبدالله در این سفر که بعد دعوت رسمی حکومت هند صورت گرفته با مقام های هندی مشمول نخست وزیر و وزیر خارجه آن کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. هدف این سفر تقویت اجماع منطقه‌ای و پشتیبانی کشورهای منطقه از روند صلح افغانستان گفته شده است. شکیب مولوی زاده جزئیات می‌دهد. تلاش برای تقویت پشتیبانی و همکاری کشورهای منطقه از روند صلح افغانستان. عبدالله عبدالله یک هفته پس از سفرش به پاکستان به دعوت رسمی حکومت هند امروز به دهلی رفت. او در این سفر در کنار دیدار با نخست وزیر و وزیر خارجه با شماری دیگر از مقامهای هندی دیدار و در پیوند به روند صلح افغانستان گفتگوهای دوحه، فرصتها و چالشها و نیاز اجماع و پشتیبانی منطقه‌ای از تلاش‌های صلح گفتگو خواهد کرد. شاید هم کشورهای منطقه همسایه‌های ما دیدگاه مختلف با یکدیگر داشته باشند، تضادها و تنش‌ها و اختلافات داشته باشند، اما ما در افغانستان تلاش می‌کنیم که با هیچ یک از همسایه‌های ما و با هیچ یک از کشورهای منطقه اختلاف نداشته باشیم و تلاش بکنیم که حمایت کشورهای منطقه را و همکاریشان را در روند صلح در افغانستان جلب بکنه. رئیس شورای عالی مصالحه ملی پیش از سفر به دهلی هند را از متحدان راهبردی افغانستان گفته و نقش این کشور را در تامین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه مهم خوانده است. این سفر همزمان با چنازنی ها برای رسیدن به توافق بر سر کارشیوه آغاز رسمی گفتگوها میان حکومت افغانستان و طالبان چه پیامدی خواهد داشت؟ چون سفر شده به پاکستان و در کنار از رفتن به هند دو کشور رقابت های مختلف شما میفهمید داره، بنان تلاش میشه که مواضع هر دو طرف هم تا به حد حداقل از هند چون سفر قبلی به پاکستان بوده تلطیف شوم و هند داخل احساس نکنه که از روند گفتگوهای صلح افغانستان بیرون مانده. قرار است آقای عبدالله به ادامه سفرهایش به کشورهای منطقه برای جلب پشتیبانی از تلاش‌های صلح پس از دهلی به تهران، انقره، بیجنگ و تاشکند نیز سفر کند.
جنگ افغانستان، جنگ امریکا در افغانستان امروز وارد 20 سال شد. امریکا در 15 میزان سال 1380 خورشیدی عملیات نظامیش در افغانستان را آغاز کرد. این ابرقدرت پس از 19 سال جنگ در افغانستان حالا آماده می شود که نیروهایش را از افغانستان بیرون کند. شمار از آگاهان نظامی و سیاسی می گویند که در 19 سال گذشته امریکا نه تنها که به هدفهایش در افغانستان دست نیافته، بل شکست خورده است. اینان باور دارند که شکست امریکا در افغانستان، شکست این کشور در منطقه را هم به دنبال خواهد داشت. هادی سحر جزئیات می‌دهد. حضور نظامی امریکا در افغانستان که به طولانی ترین جنگ تاریخ این کشور نام گرفته، امروز پا به 20 سال خود گذاشت. نزدیک به یک ماه پس از حمله 11 سپتامبر سال 2001، جورج بوش رئیس جمهور پیشین امریکا در 7 اکتبر همان سال دستور عملیات بزرگ نظامی به افغانستان را صادر کرد. جنگی که امریکا آن را عملیات بلند آزادی نام گذاشت. امریکا در یک چشم به هم زدن به حاکمیت 5 ساله امارت اسلامی طالبان نقطه پایان گذاشت. در 19 سال گذشته هم با طالبان به عنوان یک گروه حرس افکن جنگید و در کنار هزینه میلیاردها دلار هزاران سربازش را از دست داد. اما واشنگتن در 19 سال جنگش با این گروه پس از 18 ماه گفتگو توافق صلح امضا کرد. توافقی که راه را برای خروج کامل سربازانش از افغانستان باز کرده است. در 20 سال جنگ افغانستان امریکا بکنم پیروزی دست نیافت. غیر از بدبختی کشتار مردم افغانستان چیزی عاید مردم افغانستان هم نشد و اهداف را که امریکا داشت به وام نرسید، مجبور شد که با طالبا صلح بکنه. حالا که آهنگ خروج امریکا از افغانستان بیش از هر زمان دیگر شتاب گرفته، پرسش هایی در مورد پیروزی و یا ناکامی آن در این جنگ 19 ساله بیشتر مطرح می شود. با استثناء کمک های تکنیکی و نظامی کدام چیز ملموس نیست که تغییر زندگی مردم افغانستان آمده باشه. و برای خود امریکایا فکر میکنم که متاسفانه از وضعیت بیتو معلوم میشه که امریکا در منطقه مواجه به شکست است. همزمان با زمزمه خروج امریکا از افغانستان، خطر گروه های مانند شاخه خراسان داعش و شبکه القاعده هم نسبت به 19 سال پیش بیشتر شده. خطری که نه تنها افغانستان بل امنیت منطقه و جهان را هم تهدید میکند. علاوه بر طالبان القاعده، ده ها شبکه شبیه طالبان القاعده در افغانستان ایجاد شد، خلق شد و فعالیت آغاز کرد. امروز چی ما در عملیات زمینی و چی هم در عملیات هوایی از ظرفیت های خیلی بالایی برخوردار هستیم و امروز ما میتونیم به گونه مستقلانه عملیات ها را خودمون را اندازی کنیم و او را رهبری کنیم. طالبان در اعلامیه‌ای به این مناسبت گفتند که پیش از هجوم نظامی امریکا در افغانستان این گروه خواهان مذاکره شده بود، اما امریکا آن را رد کرد. در اعلامیه این گروه آمده که حالا پس از 19 سال جنگ توافقنامه صلح امضا شده، باید گام به گام عملی شود. در طول تاریخ قدرت‌های بزرگ زیادی به افغانستان آمده و رفتند. امریکا سومین قدرت بزرگ جهانی است که پس از 20 سال حضور نظامی حالا تصمیم دارد از افغانستان بیرون شود. اما آنچه از این قدرت‌های بزرگ در افغانستان به میراث مانده ادامه جنگ است. جنگ خانمانسوزی که نه با خروج بریتانیای کبیر و اتحاد جمهوری‌های پیشین از افغانستان پایان یافت و نه هم حالا به نظر نمی‌رسد با خروج امریکا به پایان برسد. تا لحظات دیگر، بازداشت شبکه ی ترور طالبان در کابل از سوی امنیت ملی، فعالیت های تجاری شهروندان افغانستان در قطر. وزارت دفاع ملی برگشت بانوان افغانستان به گذشته را ناممکن می داند. منیره یوسفزاده معاون وزارت دفاع ملی می گوید که این گمان طالبان که بانوان به گذشته برخوان گشت غلط است، زیرا بانوان امروز بانوان 20 سال پیش نیستند. برخی دیگر از مقام های ارشد این وزارت تاکید می ورزند که جنگ هدف نیست، اما وسیله تأمین ثبات در کشور است. شکیب مولوی زاده جزئیات می دهد.
معاون وزارت دفاع ملی در مراسم فراغت 78 تن از کارمندان این وزارت از مقطع لیسانس که همه بانوان هستند تاکید می‌ورزد که بانوان امروز افغانستان بار دیگر به گذشته بر نخواهند گشت. اول طالبا باید به یاد داشته باشند که زنان هیچ وقت به عقب بر نمی‌گردند. زنان افغانستان زنان 20 سال پیش نیستند که اونها برای اونها در نظر بگیرند که خوابی را داشته باشند یا خیالی را داشته باشند که اونها را در حصار خانه بخواین مدفون بسازن. زن افغانستان زنی است که امروز به خود باوری رسیده و هیچ نیروی او را نمیتونه خانه نشین بکنه. شماری از این دانش آموختگان با تجربه 10 سال کار در صف ارتش امروز با به دست آوردن مدرک کارشناسی میگویند که تلاش میورزند با بلند بردن ظرفیتشان نقش بانوان را در میدان دانش و جنگ برخ آنانی بکشند که به حذفشان میاندیشند. در شرایطی که امروز ما قرار داریم که داینده نمیفهمیم که چی میشه نظر به پروسه سال، از این خاطر ما تشویش ما اینمی است که به خیر داینده یک کار شود که خانما بتانه به موجه حسن خود ایفای وظیفه بنامه. در حالی که تنور نبرد همزمان با چانه زنی ها برای آغاز رسمی گفتگوهای صلح این روزها داغ است، وزارت دفاع ملی میگوید که هدف نظامیان کشور جنگ نیست. هر چه من کولای شو چه لاس راو، هم کولای شو چه صلح راولو، هم کولای شو ثبات رامنځته کو، هم خپل وطن ته خدمت وکو، خپل کورنۍ ته وکو، او کم چیلنجونه چې کوم یو رامنځته کیږي دغه مخه سره ونیسو. وزارت دفاع ملی افزایش ظرفیت بانوان در ارتش را از اولویت های کاری رهبری این وزارت می داند. بر بنیاد آمارها همکنون 3000 بانو در چارچوب وزارت دفاع ملی دوش و دوش نظامیان مرد مصروف کارند. نیروهای ویژه امنیت ملی اعضای یک شبکه ترور گروه طالبان را از شهر کابل بازداشت کردند. ریاست عمومی امنیت ملی در خبرنامه گفته است که این شبکه 15 نفری طالبان وظیفه ترور نیروهای امنیتی دفاعی، افراد برجسته و چهره‌های سیاسی را داشته است. به گفته امنیت ملی، شیوه کار این شبکه طوری بوده که در گروه‌های 4 یا 5 نفری تنظیم می‌شدند و به تثبیت محل زندگی و رفت آمد هدفهایشان پرداخته و سپس برنامه ترور را اجرا می کردند. این در حال است که در ماهای پسین ترور کارمندان دولتی به شمول غیر نظامیان افزایش یافته است. بر اساس آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر، تنها در 6 ماه نخست امسال میلادی 533 غیر نظامی در سراسر کشور در پی این ترورها جان باختند. همزمان با این 3 عضو داعش به شمول یک فرد کلیدی این گروه که به گفته امنیت ملی مسئولیت انتقال مواد انفجاری را داشته بازداشت شدند. بنابر اعلامیه امنیت ملی مقدار تجهیزات نیز از دست این افراد به دست آمده است. یا کلگی گروپ که هستن از تحصیلات کار که میکنن طرف ولایتی و همی پولیس سپید و یا کارتین و یا زیاد کار میکنن. 3 مورد مثبت بیماری فلج کودکان تازه در افغانستان ثبت شده است که از آغاز سال روان میلادی تا کنون شمار کل موردهای مثبت پولیو در کشور به 52 رسید. وزارت صحت عامه میگوید که علت اصلی ثبت موردهای تازه پولیو قرنطینه برخواسته از شیوع ویروس کرونا، ناامنی و نیز واکسین نشدن کودکان در برابر این بیماری است. گیتی رحیمی جزئیات می‌دهد. با ثبت 3 مرد تازه مثبت پولیو در این هفته در افغانستان، شمار کل مردهای مثبت این بیماری از آغاز سال روان میلادی تا اکنون به 52 رسید. وزارت صحت عامه می گوید که 34 مرد مثبت پولیو در حوزه جنوب، 8 مرد در جنوب غرب، 6 مرد در جنوب شرق، 2 مرد در شرق و 1 مرد در حوزه های شمال و شمال شرق ثبت شده است. قرنطینه ناشی از کرونا، بی‌توجهی مردم نسبت به واکسین شدن کودکان در برابر این بیماری و ناامنی عامل‌های اصلی افزایش مواردهای پولیو در کشور بوده است. دو پولیو مجموعی شمیر 2500 تا رسیدگی نو مګبیا هم په هیوادوالو دغه کو چې دوی باید کوشش وکړي دغه خپل ماشومان کلینیک ته ویسي تر څو پولیو واکسین ورته تطبیق شي.
از میان 3 مورد تازه مثبت پولیو، 2 مورد در خوست و 1 مورد هم در هلمند ثبت شده است. ریاست صحت عامه خوست میگوید که کم توجهی مردم برای تطبیق واکسن پولیو به کودکانشان یکی از عامل‌های افزایش موردهای مثبت پولیو در این ولایت است. نگده وقتونو که زمو پا لری اپراتوسیمو که انکاری خلق چی دی واکسینو تخیه انکار کوی آغای او تزیاد شویدی. مسئولان در بخش محو پولیوی وزارت صحت عامه با ابراز نگرانی از افزایش پیهم موردهای مثبت پولیو در کشور تاکید دارند تا زمانی که بدن کودکان در برابر پولیو معافیت حاصل نکند موردهای این بیماری رو به افزایش خواهد بود. یگانه رای جلوگیری مرض هم فقط و فقط همی دو قطره واکسن پولیو است که توسط یزی ما میتونیم اطفال را در مقابل این ویروس محافظت کنیم و وقایه بکنیم. بر اساس آمار صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل یا یونیسف، هرچند نزدیک به 10 میلیون کودک زیر 5 سال باید در برابر بیماری پولیو واکسین شوند، اما هر بار از 1.5 تا 2.5 میلیون کودک به دلیل جنگ در بخش‌های ناامن از واکسین محروم می‌شوند. لطول و لور و دهیله ده چې دوی ماشومان ته د صحي خدماتو په لاسرسي کې خنډ ونه ګرځي او اجازه ورکړي تر څو ماشومان ته د پولیو واکسین دي یا نور واکسینونه دي هغه مونږ ورسولای شو او دوی له بېلابېلو ناروغیو وژغورو. افغانستان، پاکستان و نایجیریا 3 کشور در جهانند که تا اکنون بیماری فلج کودکان در آن نابود نشده است. سال گذشته افغانستان گواه 29 مورد مثبت پولیو بود، در حالی که از آغاز سال میلادی تا اکنون 52 مورد مثبت این بیماری ثبت شده است. آقای میرجان راسخ، مسئول آگاهی دهی برنامه محو پولیو یا فلج کودکان وزارت صحت عامه، برای بحث بیشتر اینجا در استودیو حضور دارن. آقای راسخ سلام بر شما، بسیار خوش آمدید. علیکم سلام، سلام بر شما و همکاران تکنیکی تان و بینندگان محترم، خوشحال هستم که با شما هم صحبت هستم. سلامت باشین. آقای راسخ، دلیل افزایش موردهای مثبت پولیو یا فلج کودکان چی است؟ تشکر. قسمی که شما هم میدانین بدبختانه دو دلیل عمده افزایش واقعات مثبت پولیو در افغانستان طی سال روان میلادی سبب شد که او عبارت از نامنی و عدم دسترسی برای تمام اطفال زیر سن 5 سال در هر دور کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو بود، و دلیل عمده دیگر هم وضعیت کرونایی و وضعیت قرنطینی که در کشور پیش آمد، ای هم یک خلای معافیتی را نزد اطفال در برابر ویروس پولیو ایجاد کرد که این دو علت سبب افزایش واقعات مثبت پولیو در کشور شد. و موردهای جدیدی که در این روزها ثبت شده در کدام ولایت ها بیشتر ثبت شده؟ خوشبختانه ما در سالهای گذشته بر محو پولیو بسیار نزدیک شده بودیم. ویروس پولیو در یک محدوده و یا در جغرافیای خاص افغانستان مهار شده بود و تقریبا در تحت کنترل قرار گرفته بود که عبارت حوزه جنوب افغانستان بود و واقعات ما از این حوزه گزارش می شد. و بدبختانه در سال روان میلادی به سبب امی دو علتی که قبلا بر شما تذکر دادم سبب شد که واقعات به دیگه حوزه افغانستان هم انتقال پیدا بکنه، و تازه ترین مواردی که از ویروس وحشی پولیو به ثبت رسیده او 3 مورد است که دو موردش از حوزه خوست، از ولایت خوست، و یک موردش هم از ولایت هلمند گزارش شده، که با این 3 مورد تعداد واقعات مثبت پولیو در سال روان میلادی در افغانستان به 52 مورد میرسه، که از این 52 مورد 34 موردش در حوزه جنوب افغانستان، 8 موردش در حوزه غرب، 6 موردش در حوزه جنوب شرق، 2 مورد در حوزه شرق، و یک مورد هم از حوزه شمال و شمال شرق گزارش شده. درست. آقای راسخ، همین ماه مارچ 2020 کمپاین ها متوقف شد به دلیل ویروس کرونا و ماه اسد هم دوباره اثر گرفته شد. تا اکنون چند کمپاین برگزار شده و در کجاها؟ یک مشخصا کمپاین ها ما به 3 بخش تقسیم شده. یکی کمپاین های سرتاسری است که در تمام افغانستان راندازی میشه، که ایره ما در ماه مارچ سال 2020 داشتیم و در ماه بعدیش یک کمپاین فرعی داشتیم و بعد از اون تقریبا 4 دور کمپاین های ما به تأخیر افتید، و در ماه اخیر حتی در وضعیت کرونایی هم ما یک نوع کمپاینی که او را به عنوان کمپاین
پاسخدهی به واقعات مثبت پولیو نامگذاری کردیم و در حوزه شرق افغانستان و همچنان شمال شرق افغانستان دو دوره کمپاین در ماه جون و جولای تطبیق شد و در ماه اسد و یاد ماه سپتامبر هم ما دو دور کمپاین دیگر را برا انداختیم که در یک کمپاین از تاریخ 14 الی 18 سپتامبر او در 20 ولایت افغانستان به تطبیق رسید و کمپاین اخیر او از تاریخ 28 سپتامبر الی 2 اکتبر در 10 ولایت افغانستان تطبیق شد. دیگه بعدا ما تلاش و کوشش ما همی خواد بود که کمپاین های خود را به مو شدت و قوت خود اثر بگیریم و در هر ماه یک دور کمپاین را در افغانستان تطبیق. آقای راسخ، یک شمار میگن که دلیل افزایش یا یکی از دلایل افزایش موارد های مثبت پولیو در این چند روز همین کندی در روند برگزاری کمپاین ها یا راه اندازی کمپاین ها بوده. چرا واقعا به کندی پیش میره؟ شما موارد یاد کردین ولی مردم میگن که کافی نیست، باید بیشتر شوه. ما از لحاظ کمیت و کیفیت پروگرام الحمدلله در یک مرحله و در یک استیج خوبی قرار داریم. یک مواردی که به حساب به کندی پیش میره اصلا ما او را تایید کرده نمیتونم، چون بعضی موارد پیش میاد که ما میخواییم این کمپاین ها را به صورت موفقانه تطبیق بکنیم، یک سلسله موانع و مشکلاتی که وجود می داشته باشه او را برطرف بسازیم، چون این کمپاین تطبیقش در 10 ولایت یا 20 ولایت و در 34 ولایت افغانستانی هم کار ساده نیست. دفعی است که کمپاین بسیار به شکل خوب و به صورت موفقانه تطبیق شود. مسائل نظارت از کمپاین، تطبیق کمپاین، مسائل به اصطلاح تدارکاتی کمپاین و همچنان مسائل لوجستیکی و این مسائل به صورت درست پیش بره. یگان وقتی که تاریخ کم به حساب ده او تاخیر به وجود میاد، یک هفته یا چند روز، او هم به دلیل ازی بوده که کمپاین باید به شکل خوبش تطبیق شود و برگزار شود تا که امو اطفال مورد هدف هر دور کمپاین تحت پوشش کمپاین واکسین پولیو قرار بگیرد. در مناطقی که گروه عراس افغان حضور دارند یا تهدیدهای امنیتی بلند است، کمپاین ها برگزار شده یا میشه؟ گفتم یکی ما به عنوان چالش های امنیتی و مشکلات امنیتی را عنوان کردیم. در مناطقی که در اوج شدت جنگ بیشتر است، در جریان جنگ راهکار ما این بوده که میشه که در تایی که جنگ در اوج متوقف شد و آرام شد و ما در روزهای بعدش کمپاین را تطبیق بکنیم. یکی از اسباب تاخیری که در تطبیق کمپاین پولیوس، بعضا با وصف که برنامه محو پولیو یک برنامه غیر سیاسی، غیر جانبدارانه و یک برنامه بی‌طرف است، هدفشان فقط رسیدن واکسین برای اطفال معصوم افغانستان است. یعنی عملا آقای راسخ، تا آلایی که ما با شما صحبت میکنیم برگزار نشده یا راه اندازی نشده در این مناطقه که تهدید امنیتی بلند در است. در ساحاتی که تهدید امنیتی وجود داره در اوج ما راهکارهای بدیلی را روی دست داریم. مثلا در جایی که ممانعت میشه از تطبیق کمپاین خانه با خانه واکسین پولیو، در اوج ما در مراکز صحی، در مساجد و در خانه های ملک قریه در اوج تیمای ما میرن و مردم را فرا میخوانن برای تطبیق واکسین پولیو. و راهکارهای دیگه ای است که به حساب او راهی که متوسل به این ساحات است در اوج تیمای سیار ما هم وجود داشته باشه، مردمی که رفت آمد میکنه برشان واکسین تطبیق شوه. یک گپ عمده که برای ما بسیار رو حائز اهمیت است که ما باید برای هر طفل افغانستان در هر دور کمپاین واکسین پولیو رسیدگی بکنیم و یگانه شیوه موثری که میتونه ما را به این هدف برسانه او تطبیق کمپاین خانه به خانه واکسین است، که از این طریق ما میتونیم اطفال را به شکل گسترده و در یک فیصدی بلند تحت پوشش قرار بدیم. بله. و مجال را برای گردش ویروس پولیو باقی نمانیم. بله آقای راسخ، شما میدانید که یک شمار هنوز هم از پولیو خبر ندارن، از پیامدهایش خبر ندارن، شمار از خانواده ها. شما من حیث مسئول آگاهی دهی چقدر خود موفق میدانین، چقدر اطلاع رسانی کردین به مردم؟ ما لله الحمد به کمک شما رسانه و به دیگه طریق شیوه های آگاهی دهی که او مواد تبلیغاتی است و یا هم در ساحاتی که از طریق متنفذین محل، علمای کرام، از این شیوه های مختلف خواستیم که آگاهی دهی بکنیم و مردم را برای اهمیت این واکسین بفهمانیم و مردم را تشویق بکنیم که تا اطفال معصومشان را در برابر این ویروس فلج کننده دائمی و کشنده واکسین بکنن. باز هم
بعض ساحات که با وصفی که آگاهی صورت گرفته یک نوع تغافل، بی‌پروایی و غفلت هم بازم صورت میگیره که این غفلت بگویم که با سرنوشت اطفال اون منطقه گره خورده و یک اندکترین غفلت و بی‌پروایی سبب فلج اطفال لشان شده میتونه. دیگه باز هم خواست ما ای است که این ویروس را همانند ویروس کرونا جدی بگیرن. شما میدانین هر واکسینی که در برابر یک مرض ویروسی و یا سرایت کننده ایجاد میشه او در حقیقت یک اوبای بزرگ او مرض را پشت سر گذاشتند. امروز شما اگر جهان را میبینین، کشورهای مختلف جهان در صدد رقابت ایجاد واکسین کرونا هستند، در حالی که واکسین ویروس پولیو به صورت مجانی در مراکز صحی وجود داره. واکسیناتورها، کارکنان صحی ما به درب منزل ای واکسین را به خاطر محافظت اطفال میرسانه، بازم متاسفانه غفلت و بی‌پروایی صورت میگیره. ما خواست ما بازم از خانواده‌ای است در صورتی که بنابر مشکلات و معاذیر تیمای سیار ما و یا واکسیناتورای ما رفتن نمیتونن به درب منزل ازنا، اونا لطف بکنن مراجعه بکنن به مراکز صحی ای واکسین به صورت رایگان به شمول سایر واکسینا موجود است و او را به اطفالشان تطبیق بکنن. آقای راسخ، تا حداقل تا آخر همین سال روان میلادی برنامه چی است؟ چی میکنین به خاطر تطبیق واکسین پولیو در مناطق دوردست افغانستان به شمول کابل همچنان؟ یک هدف عمده ای از ساحاتی که قبلا در طی سالات گذشته از ویروس پولیو عاری شده بود، ما بتانیم دوباره او ساحات را عاری بسازیم از ویروس پولیو و در هر ماه ما یک کمپاین واکسین پولیو را تطبیق بکنیم و باز هم او موانعی که صدرای تطبیق موافقانه کمپاین واکسین پولیو وجود داره او را برطرف بسازیم از طریق متنفذین محل و ادارات ملل متحد و از هر راه ممکنه طرفهای درگیر را به این قانع بسازیم که این یک برنامه انسانی است و هدفشان فقط محافظت اطفال در برابر این ویروس کشنده است، تا ای که در قسمت تطبیق موافقانه این کمپاین‌ها با ما همکار باشند. باز هم یک نگرانی وجود داره، اگر این مشکلات و چالش‌ها وجود داشته باشه و به شکل کتلوی اطفال از واکسین باز ببانه، متاسفانه باز هم اطفال ما قربانی ویروس وحشی پولیو خواهد شد. سپاسمند حضورتان. رئیس جمهور غنی در نشست آغازین کنفرانس ژنو از تخصیص نادرست منابع از سوی متحدان جهانی و ایجاد آنچه نهادهای موازی در افغانستان می‌خواند انتقاد دارد. رئیس جمهوری تاکید دارد که باید تلاش‌های دولت با نهادهای کمک کننده همسو و منسجم باشد. نماینده ویژه دبیرکل متحد افغانستان هم با تاکید بر انسجام کمک‌ها تاکید دارد که توافق احتمالی صلح فرصت‌های توسعه زیاد برای افغانستان فراهم خواهد کرد. این مقام ملل متحد اما تاکید دارد که این توافق باید در برگیرنده حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق تمام اقوام افغانستان باشد. کنفرانس اصلی ژنو قرار است تا کمتر از یک ماه دیگر با اشتراک بیش از 70 کشور و نهادهای جهانی کمک کننده در سوئیس برگزار شود. مهدی اخلاقی جزئیات می‌دهد. آمادگی‌ها برای کنفرانس ژنو، نشست مهمی که حدود 70 کشور جهان پابندی افغانستان به تعهدهایش در نشست سال پار به ویژه در بخش حکومتداری و مبارزه با فساد را ارزیابی و احتمالاً بار دیگر بر ادامه کمک‌هایشان تعهد خواهند کرد. کنفرانس 2020 افغانستان فرصت استثنایی را برای همکاری مشترک با تعهد قوی به اصول مؤثریت کمک‌ها و پاسخگویی متقابل و بهبود شفافیت، مشروعیت، مؤثریت و همچنین اثر بخشی کمک‌ها فراهم می‌کند. پیشرفت در مورد پاسخگویی متقابل از اهمیت بیشتر برخوردار است و دولت افغانستان و همکاران جهانی ما باید خود و یکدیگر را در استفاده از منابع توسعه‌ای و پیامدهای توسعه پاسخگو بدانند. We have already made compelling progress. آنچه از این نشست آغازین همکاری‌ها برای برگزاری کنفرانس ژنو پیداست، نشان دادن پیشرفت روند صلح، یکی از معیارهای اصلی حکومت افغانستان برای جلب دوباره کمک‌های جامعه جهانی خواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم. رئیس جمهور غنی گرچند صلح را مهمترین اولویت افغانستان می‌خواند، اما از سوی تأکید دارد که صلح سازی روند چند بعدی و استوار بر دولت سازی و بازار سازی است.
او به گونه ای با انتقاد از آنچه تخصیص نادرست منابع از سوی متحدان جهانی افغانستان میخواند تاکید دارد که تلاش های دولت با نهادهای کمک کننده باید همسو و منسجم باشد. با وجود توافق چند دهه‌ای جامعه جهانی بر ضرورت توسعه نهادها، تکیه ما بر نهادهای موازی و ساختارهای حکومتداری طرف سوم ادامه یافته است. نماینده ویژه فنلند برای این کنفرانس که مشترکاً با افغانستان و یونما میزبانی نشست‌های مقدماتی ژنو را به دوش دارد، گفتگوهای کنونی صلح را بهترین فرصت پیش آمده برای برقراری صلح و توسعه افغانستان می‌داند که او در تمام عمرش دیده. نماینده ویژه دبیر کل ملل متحد در افغانستان هم تأکید دارد که توافق احتمالی صلح باید در برگیرنده منافع تمام جنسیت‌ها، قوم‌ها و پیروان مذهب‌های مختلف باشد. 20 سال پیش 1 میلیون تن به مکتب می‌رفتند که 10% آن دختران بودند. حالا حدود 8 میلیون دانش آموز به مکتب می‌روند که حدود 40% آن دخترانند. این تنها آمار است که من به شما می‌دهم که نشان می‌دهم که ما با هم چه به دست آورده ایم. تنها فنلند نه، بل تمام شما حمایت کنندگان مالی. And as we all agree, respect for human rights. همانطور که ما برای حقوق بشر احترام داریم، پیشرفت زنان، اصل همه شمول بودن و پابندی به تعهدهای بین المللی باید بخش از نتیجه گفتگوهای صلح و کنفرانس ژنو باشد. کنفرانس اصلی ژنو تا کمتر از 1 ماه دیگر در سوئیس با اشتراک بیش از 70 کشور و سازمانهای جهانی برگزار می شود. ده ها تن از درخواست کنندگان ویزای پاکستان به دلیل تأخیر در دریافت ویزا از سوی سفارت پاکستان در کابل امروز در برابر این سفارت تظاهرات کردند. اعتراض کنندگان ادعا دارند که در جریان این تظاهرات 3 معترض کشته و 12 تن دیگرشان زخمی شدند. آنان نیروهای امنیتی را که مسئولیت نگهبانی سفارت را دارند به فساد و برخورد غیر انسانی متهم می کنند و می گویند که حتی درخواست کنندگان را لط و کوب کردند. بامداد امروز صدها درخواست کننده ویزای پاکستان در برابر سفارت این کشور در کابل گرد همایی اعتراضی را انداختند. معترضان ساعتها جاده را برای ترافیک بستند و وضعیت را این گونه ساختند. معترضان دلیل اعتراضشان را تأخیر در دریافت ویزا از سوی سفارت پاکستان می دانند. مدعی‌اند که صبح وقت تظاهراتشان به خشونت گرایده و 3 معترض جان باختند. سه نفر کشته شده، 1 نفر 12 ساله کشته شده، 4 نفر یک زن و یک سیاسار. هر روز که سیاسارا چادرش در میشه، چادرش از سرش میفته، او را خوبان، او خود ناموس زیانه است. تون خوار و غریب دری کسانند که ملسول دو ماشومان و خزا اورور دکی هغه پولیس سرسرای و ارونه کی د نور ملکو میډیا غان هغه تو ګورور یوار په رشپت نستل ټول د افغانستان پولیس او غیر رشپت نه خا خوښه مې نه میس کګه می تونه سفارت خانه خود زیات کړم نه می تونن یی رضالت بند کنن. دولت پاکستان افغانستان دو اردی شان یی رضالت یی زلالت بند کنن که ما اصلا بفهمیم اینجا نیستم و هر رای دیگه خود بریم. از سوی هم شماری از اعتراض کنندگان نیروهای امنیتی را که نگهبانی سفارت پاکستان را بر عهده دارند به فساد و برخورد غیرانسانی متهم می کنند و می گویند کانون را مورد لط و کوب قرار دادند. پیسه که کس میت زیاد کارزو همیشه، کس که پیسه نمیت کارزو نمیشه. سه که دسته مارا اینمی جز کرا مارا زده است، پایه مارم گرفته زده مارا. بایدی دیگه خلق بسخاص بسی، پختن بسی، حکومت رسی، بده دریگی بسخاص بسی. ده پولیس بدل سی، ده رشبت خواله و ده اغلی بدل سی. لیاز خدا می مشکل ما را حل کنین. آله نیم شب چند نفر کشتش داله ده مرزام، ده ایران پاکستان هم مردم مظلوم بیچاره افغانستان لب میخورن. ده اینجا ده دم کشور خودم لب بخوره میرای خداست و لیاز خدا و لیاز قرآن بگی مشکلات مردم حل کنه. پلیس کابل ادای کشته و زخمی شدن اعتراض کنندگان را تایید نمی کند.
هفته گذشته در سفر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی به پاکستان، مقام های پاکستانی گفتند که ویزای تجارتی را به شهروندان افغانستان صادر می کنند و در کنار آن تسهیلات ویزا را در سفارت خود در کابل فراهم می کنند تا شهروندان افغانستان که می خواهند به پاکستان سفر کنند به سادگی ویزا دریافت کنند. در قطر صدها شهروند افغانستان زندگی می کنند. بسیاری آنان مشغول تجارتند، از جمله رستوران داری. افغان برادرز تنها رستوران از شهروندان افغانستان در دوحه است که از 18 سال به این سو فعالیت می کند. رحمت الله جلیلی مسئول این رستوران می گوید آنان زمینه کار را برای ده ها شهروند افغانستان و دیگر کشورها فراهم کردند. 11 چالش صنعتکاران را از سرمایه گذاری در افغانستان دل سرد ساخته است. وزارت صنعت و تجارت تاکید دارد که برای حل این مشکل تلاش‌هایش را آغاز کرده است. آقای رحیم الله سمندر، رئیس اجرایی اتاق صنایع و معدن‌های افغانستان، برای بحث بیشتر اینجا در استودیو حضور دارند. آقای سمندر، سلام بر شما، بسیار خوش آمدید. سلام به شما و بیننده محترم تقدیم می‌دارم. آقای سمندر، از سال 1353 که اولین پارک صنعتی در افغانستان تأسیس شد تا حالا وضعیت صنعت در افغانستان رو به بهبود است یا وخیم شدن؟ از سال 2001 که به این طرف صنایع افغانستان جدیداً آغاز به فعالیت کرده، فراز و نشیب‌های داشته، مشکلاتی بوده. برای شما معلوم است که سرمایه گذاری در افغانستان سرمایه گذاری بسیار ساده و آسان نیست. اگر شما می‌خواید در افغانستان سرمایه گذاری کنین، یک قسمتی از زیادی از چالش ها را باید روبرو شوین، که از او جمله مثلا اولی جا قیمت زمین بسیار بلند است و با مقایسه کشورهای همسایه اینجا برق اصلا وجود نداره. در افغانستان برق بسیار کمبود داره و برقی که وجود داره هم باید برای رهایشی استفاده شود، هم برای اهداف صنعتی استفاده شود. در پهلوی از امنیت اصلا وجود نداره. شما اگر بخواین سرمایه گذاری کنین، نیاز دارین امنیت داشته باشین، محافظین داشته باشین، نه تنها برای خود شما، برای خانواده شما، برای اقارب شما، برای اعضای شما، برای کارگاه شما یا فابریکه شما. در پهلوی از مواد خام، در بسیار موارد اگر شما سرمایه گذاری در بخش صنعت میکنین، مواد خام وجود نداره. در پهلوی از موارد متعدد دیگی است که مربوط میشه به پالیسی، به قوانین، به طرز العمل ها، مثلا به توزیع زمین. سرمایه گذار اولین چیزی که کار داره در یک مملکت سرمایه گذاری کنه، بخصوص در فابریکات، جای نیاز داره، مواد خام نیاز داره، برق نیاز داره، کارگر فنی نیاز داره که اصلا وجود نداره. کارگر فنی در افغانستان امروز هم بحث بزرگی ما سرازی بود، رهبری اتاق سرازی صحبت کردن، تماس داشتن. ما کارگر فنی را داخل افغانستان اصلا پیدا کرده نمیتونیم. کسایی که در پوهنتونای تحصیلات عالی آموزش میبینن اصلا به درد بخش تشبثات سرمایه گذاری نمیخوره. باید مطابق نیاز یا کارگر فنی آموزش داده شوه. پارک های صنعتی که شما یاد کردین، از مجوریان اوایل که صنعت افغانستان بیش از 120-150 سال سابقه داره که تا امروز ببینین، تفاوتش با سابقی است که در سابق وقتی صنعت سر صنعت فکر میشد، پالیسی برنامه ساخته میشد، بیشتر سر از این فکر میشد که اولویت چی است در افغانستان، در کدام بخش سرمایه گذاری شود، کدام بخش متقاضی داره، کدام بخش خریدار داره، تولید در کدام بخش خریده میشه. آلی که صنعت شده بسیار زیاد شکل آماتور داره، شکل چی را داره، و پارکای صنعتی هیچ گونه خدمات نداره، هیچ گونه زیربنا نداره. این تفاوتایی است که با گذشته بوده که ما هر روز شاهدش هستیم و بحث داریم سرش با مقامات و با مسئولین. این چالش‌هایی که شما یاد کردین آقای سمندر، نبود زمین کافی، نبود مالیات درست، برق کافی، همین گونه سیستم درست آبرسانی و نبود قوانین لازم، از چالش هایی است که صنعتکاران و بخش صنعت در افغانستان همواره داشته. دولت به خاطر حل همین مشکلات چی کرده تا حالا فکر می‌کنید؟ دولت از تقریبا 4-5 سال به این طرف یک کاری که شده که تمام مشکلات عمده‌ای که وجود داشته ای را ما به دولت انتقال دادیم. دولت بالاخره رئیس جمهور فعلی گفتن که شما ایره دستبندی کنین، دستبندی شد. در دستبندی 11 موارد خدمتشان تقدیم شد. از 11 موارد تعدادی از یا حل شده که مسائل ترجیحی است و زیاد در پارکای صنعتی است و
ایجاد شورای عالی اقتصادی و اتاق صنایع مستقل برای معادن و صنعت و همچنان تعرفه برق صنعتی و یک قسمتی از این موارد. اما یک قسمتی از موارد عمده هنوز حل نشده، کمبود برق حل نشده. در کابل تمام برقی که مصرف میشه 720 مگاوات است و تنها صنعت نیازمندیش 200 مگاوات است در کابل. مثلا برای ما جواب داده که شما دیگه هستن فابریکی زو به نسازین، ما برق داده نمیتونیم. بسیار به صراحت با ما تفاهم نامه امضا کرده برشنا. این برقی هم که است روز به حالی داده میشه، شب برای فابریکات بیکار میشه. شب برای فابریکات است، روز برای فابریکات، شب برای حالی. و این بسیار کمبود داریم. ما مثلا در قندهار تمام فابریکات ما برای 4 ساعت میچاله. 4 ساعت بیشتر ما در قندهار تولید نداریم. در ننگرهار 3 پارک صنعتی داریم، در یک شما یک برق نیمه داریم، در 2 پارک صنعتی دیگه ما اصلا برق نداریم. باز چی رسه با 34 پارک صنعتی یا 33 پارک صنعتی که جدیداً ایجاد شده. یک قسمتی از این مسائل مثلا حل نشده که مسئله برق است، مسئله امنیت است، مسئله زیربناهای پارکای صنعتی است. تقریبا 8 کاتگوری خدمات باید در پارکای صنعتی عرضه شوه. هر پارک صنعتی ما باید دیوال احاطه‌ای داشته باشه. هر پارک صنعتی ما باید سرکای قیر یا اقلا هموار شده داشته باشه. هر پارک صنعتی باید برق داشته باشه، کانالیزیسیون داشته باشه، آب داشته باشه، بارک‌های امنیتی داشته باشه که نداره. در کل چند فابریکا آقای سمندر در افغانستان در سراسر کشور به شمول ولایت ها وجود داره؟ از 2001 به بعد تا امروز تقریبا بیش از 5300 فابریکا با ما ثبت است که ایجاد شده. قسمتی از این فابریکات متوقف است به خاطر دلایل متعدد: نبود برق، نبود مواد خام لازمه، نبود مشوقات لازم یا بسته های مشوقات لازم، نبود مثلا امنیت لازم، نبود مواد خام لازم. تعدادی از این فابریکات مثلا ساخته شده، مواد خام از این باید داخل جور می شد، یک زنجیره از مواد باید تولید می شد. زنجیره زراعتی ارتباط داره که اصلا زراعت روش نکده. زراعت خودش شما می فهمید مواد خام قسمت زیادی از فابریکات ما مرتبط میشه با زراعت. زراعت در افغانستان شما می بینید یک عالم مشکل دیگه داره. درست آقای سمندر، یک شمار میگن که نظام ها و سیاست های مختلف اقتصادی در افغانستان تجربه کرده، ولی بر علاوه از اینکه وضعیت صنعت و صنعتکاران در افغانستان بهتر نشده بل بدتر شده، فکر میکنین که دلیل عمده ایش چی بوده میتونه؟ تعدادی از مشکلات عمده ای که ما خدمت شما عرض کردیم، مثلا مسئله قاچاق یکی از جنجال بزرگی است که صنعت داخلی را ضربه میزنه. مثلا وقتی که سیاست دمپینگ کشورهای همسایه بسیار برنامه ریزی شده باشه، وقتی شما یک تولید داخل افغانستان به حد خودکفایی میرسانید، همسایه ها رقابت میکنه، سیاست دمپینگ استفاده میکنه، مواد مشابه را قاچاق میکنه، وارد کشور میکنه. تعدادی از این مسائل نتانستند دو دستگی سی دستگی نظام، شما شاهد بودین در سالهای گذشته یک وحدت نظر در خود نظام نبود روی مسائل بزرگ اقتصادی و همچنان پالیسی های بزرگ اقتصادی، وحدت نظر نبود، حمایت های لازم از تمام جوانب نبود، خود نظام در داخل نظام هماهنگی لازمه وجود نداشت، در بین یک تعداد اداره سکتوری اصلا هماهنگی های لازم نبود، یکی دیگر حمایت نکردن. ما اگر گمرک وزارت صنعت حمایت نکنه، وزارت صنعت وزارت مالیه را حمایت نکنه، مالیه و صنعت و وزارت های دیگه اقتصاد حمایت نکنه، برشنا تعدادی از یار حمایت نکنه، این یک زنجیره است. زراعت مثلا ما نیاز داریم که با صنعت در تفاهم باشه. ما دهقانکار ما بهترین فصل میکاره اما به فابریکادار نمیرسه. دهقانکار با فابریکادار وصل شوه، این قسمتی از مواردی است که سرش توجه نشده. دولت اصلا از ما اوایل یک پالیسی خوب برای صنعت و صنعت نداشت، به خاطر از اینکه هنوز هم دولت اولویت بندی نکرده. شما تعداد سکتورها رو میبینید که نیازمندی درجه یک است. مثلا مواد غذایی رو به شما میگم، فود اندستری یک صنعت، مواد تکستایل میگم، پوشاک میگم، یک تعداد مواد ساختمانی رو میگم، اصلا سرمایه گذاری دو صفر است. تعداد سکتورها بیش از حد اشتباه شده. فابریکات ایجاد شده 180، 170، 150 اصلا ضرورت نیست. بله با همین وضعیت که شما کلگیش هماهنگی میشد، نیازمندی سنجیده میشد، مطابق نیازمندی حمایت میشد. در وقت پادشاه سابق صنعت از طریق اولویت مواد داخلی از اون بنا تنظیم شده بود که تمام نیازمندی های اولیه سنجیده شده بود، مواد خامش سنجیده شده بود، برقش سنجیده شده بود.
امو مقدار با صنعت رشد داده بودن. یکی نه که شما اجازه بدین هر کسی بیا سرمایه گذاری کنه بدل خود بدون هماهنگی با نیازمندی که در مملکت وجود داره. با همین بی برنامه‌گی هایی که شما زیاد کردین و همین چالش‌های که همواره وجود داشته و حل نشده، 5 سال بعد وضعیت صنعت و صنعتکاران را در افغانستان چگونه می‌بینید؟ اگر توجه لازمه صورت بگیره، اگر صداقت و اخلاص صورت بگیره، همون چیزی که وعده میشه عملی شوه. مثلا ما میگن که وقتی شما بیان افغانستان سرمایه گذاری کنین، یک جواز 100 افغانی است. بسیار ساده میگن مسئولین دولتی ما، یک جواز 100 افغانی است، دی شک نیست 2000 2500 دیگه مصرف داره. مگم شما یک جواز سرمایه گذاری که میگیرین، شما باید 6 ماه یک جواز محیط زیست بگیرین. آیا این تسهیل شد؟ وقتی که میگن زمین بیابیتیم، زمین قیمتش به تناسب کشورهای همسایه ده ها برابر زمین ما قیمت است، ده ها برابر اجارهش بلند است، کرایش بلند است. اصلا برای سرمایه گذار اینجا زمینی مساعد نیست. این یک پکیج های بسته های رقابتی ما نداریم. تا وقتی که ما بسته های رقابتی با کشورهای منطقه نسازیم، ما نمیتونیم سرمایه گذاری جلب کنیم و 5 سال آینده کلگی سرمایه داخلی که فعلا نه سرمایه گذاری کسی هم فرار میکنه با کشورهای دیگه میره که بسته های بهتر و خوبتر و محیط رقابتی داره با ما. سپاسمند حضورتان. در خارج از کشور، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که 3 روز پیش به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 در بیمارستان والترید بستری شد، امروز دوباره به کاخ سفید برگشت. تیم از پزشکان موظف برای درمان ترامپ اعلام کردند که بقیه روند درمان بیماری رئیس جمهوری در کاخ سفید دنبال خواهد شد. بیننده های عزیز، از توجه و همراهیتان به این مجموعه خبری از یک جهان سپاس. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.